زندانی شدن، حصر، حبس، تبعید یکی از چیزهایی است که برای خانواده های بسیاری در ایران عادی شده. با این وجود سختی هایی که این خانواده ها تحمل می کنند به سادگی قابل بیان نیست، به ویژه وقتی از عزیز خودشون هم دور هستند. خانواده پورزن چنین شرایطی رو داشته. وقتی سیامک پورزن، روزنامه نگار و خبرنگار و فعال فرهنگی با سابقه، بعد از سالها زندانی بودن و تحمل حبس خانگی تصمیم گرفت به زندگی خودش پایان بده. امروز در چند روزی 6 سال پیش ایشون در حالی که در سالها بود در حبس خانگی بودن، دور از خانوادهشون و قبل از اونم زندانی سیاسی بودن، تصمیم گرفتن که به زندگی خودشون پایان بدن. مسلمانی همچین اتفاقی خیلی ناگواره برای هر کسی، برای خانواده‌ای که به حال همیشه سعی کرده به صورت صلح‌جویانه مبارزه کنه و در واقع دادخواهی کنه در مورد مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران. 6 سال از اون روز گذشته. من تا اونجایی که تونستم تو این سالها سعی کردم خودم رو به چالش بکشم و به عنوان قربانی، نه خودم رو الزاماً به جامعه بشناسونم و نه فکر کنم که قربانی هستم. درسته که قربانی بودن چیز بدی نیست، اتفاق میفته و تصمیمی نبوده که من الزاماً گرفته باشم، ولی احساس میکنم که اشخاصی مثل من یا خانواده های مثل خانواده ما که شاید خیلی خوششانس بودیم در این حالی که اتفاقای خیلی بدی برامون افتاده، که شامل لطف و محبت جامعه ایرانی بودیم، توجه رسانه‌ای بهمون شده، چنین خانواده های یا چنین اشخاصی میتونن به راحتی شاید یک عمر به عنوان قربانی شناخته بشن، توجه بگیرن و مورد محبت بقیه قرار بگیرن، که این هم خیلی خوبه. من اگر همچین محبت و توجه های نبود، فکر میکنم خیلی برام سخت‌تر بود از دست دادن پدرم. ولی از طرفی هم به خصوص وقتی از سن کم آدم درگیر این مسائل میشه، میتونه به نظر من خطرناک باشه، از نظر اینکه به هر حال زندگی کاری آدم، زندگی اجتماعی آدم و زندگی فردی آدم رو تحت تاثیر قرار میده. برای همین بود که من تو این چند ساله تصمیم گرفتم به جای اینکه ترک کنم تمام در واقع این دنیای حقوق بشر رو یا جامعه مدنی رو، و یا به جای اینکه فقط به عنوان یک قربانی ظاهر بشم در اجتماع، بیشتر برم مطالعه کنم و کار کنم و تجربه کسب کنم و سعی کنم تبدیل به کارشناس بشم در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر و جامعه مدنی در جوامعی مثل ایران که دادخواهی در مورد نقض حقوق بشر خودش به خودی خود جرم حساب میشه. یکی از کارهایی که توی این چند سال کردم تأسیس بنیادی به نام بنیاد سیامک پورزن، که همونجور که از اسمش معلومه در واقع سعی و تلاشش برای اینه که اون راهی رو که من فکر میکنم راه پدرم بود رو در زمان و مکان متفاوت ادامه بده. این بنیاد فعالیتش بیشتر معطوف به در واقع ترویج و دفاع از آزادی بیان در ایران و آزادی بیان به خصوص در مورد مسائل هنری و فرهنگی و حمایت از افرادی که هم خلاق هستن و همین که مسئولیت اجتماعی خودشون رو از یاد نبردن و با شجاعت چه در ایران چه در بیرون از ایران کار میکنن و فعالیت میکنن. امیدوارم که بتونم با همه کوچیک بودن و محدودیتاش کار بنیاد رو ادامه بدم در سالهای آینده. کار اصلی نیست، ولی هر دفعه که هر روز هر ساعت که میگم فعالیت میکنم، احساس میکنم یه ذره به روح پدرم نزدیک‌تر شدم. بسیاری از روزنامه نگاران و روزنامه خوان‌های نسل جدید سیامک پورزن رو نمی‌شناسن. روزنامه نگار و خبرنگاری که چند دهه قبل به هالیوود رفت و اخبار هالیوود رو مستقیماً به تهران ارسال می‌کرد. زمانی با پورزن آشنا شدیم که به دنبال زنده کردن سندیکای روزنامه نگاران بود.
من به طور جدی با سیامک پورزند در سال 1378 در روزنامه آزاد آشنا شدم. پورزند به عنوان یکی از خوشپوشترین اهالی روزنامه نگاری شناخته می شد و به قول دوستان بوی اودوکلونش قبل از خودش وارد اتاق می شد. سابقه آشنایی من با آقای پورزند برمیگرده به 20 چند سال پیش، زمانی که من 24-5 ساله بودم و در شور و هیجان جوانی داشتیم تلاش میکردیم سندیکای روزنامه‌نگاران ایران رو مجددا احیا بکنیم. چندین بار ایشون رو در ساختمان سندیکا دیدم. بعدها توفیق این رو داشتم که در روزنامه آزاد با ایشون همکار باشم. نکته ای که من همیشه در مورد آقای پورزند میگفتم این بود که قبل از اینکه آقای پورزند وارد جایی بشه، رایحه خوش اتکلانش میاد و بعد برق کروات و کچلوار شیکش رو ما میدیدیم و متوجه میشدیم که سیامک پورزند وارد شده. این هفته مهرنگیز کار همسر سیامک پورزند واشنگتن بود و با او درباره خاطراتش صحبت کردم از سیامک و از او پرسیدم که آیا اختلافی هم با او پیدا کرده بود؟ خب خیلی سخته تو این مدت کوتاه، خیلی زیاده تعدادش، ولی حالا من یکی برای شما میگم. مهمترین اختلاف ما از نظر ظاهری در سالهای بعد از انقلاب بر سر کراوات زدن سیامک بود. سیامک به هیچ وجه حاضر نبود که حتی وقتی میخواد بره بقالی، میخواد بره نونوایی، کراوات نزنه. و کراوات هم تبدیل شده بود به یک نمادی از غرب، از ضد انقلاب بودن، از مستکبر بودن و همه اینا. خلاصه کار به جایی رسید که وقتی اولین بار سیامک بردن زندان، برای اینکه میرفت تو صف مواد غذایی و اینا با کراوات و داد سخنم میداد، بعد من نشستم گفتم ببین من اصلا شوخی ندارم، من هر چی رو تحمل کردم اونا رو به کنار، من این کراوات تو رو تحمل نمی کنم و اگه بخوای کراوات بزنی من میرم دادگاه و استدلالم میکنم اونجا که این کراوات میزنه من نمیتونم باش زندگی بکنم، برای اینکه خب خیلی کار بدیه تو جمهوری اسلامی. قول داد که من دیگه کراوات نمیزنم. منم خیلی خوشحال شدم و دیگه یکی دو بارم با هم رفتیم بیرون با یقش همینجوری یه ذره باز میذاشت، ولی حاضر نبود از اون یقه ما اویا و آخوندیا بگیره. بعد یه روز دیدم که رفته 7-8-10 تا دستمال گردن زرد، قرمز، بنفش، همه رنگی خریده و هر روزی که از اینا رو میزنه. و وقتی که من دوباره جوش بردم اون فریاد کشیدم، گفت این که کراوات نیست، من با تو شرط کردم که چشم گفتم که دیگه کراوات نزنم، این که دستمال گردنه. خلاصه این یکی از اختلافات زناشوییه خیلی خیلی جدی ما بود که نهایتاً هم به جایی نرسید و الان دلمون نمیاد اون همه کراوات و دستمال گردن رو که ازش به جا مونده دور بریزیم. وقتی مهرنگیز کار از کنفرانس معروف برلین به ایران بازگشت دستگیر شد و همون موقع به شدت بیمار بود، سیامک پورزند تلاش زیادی کرد که نام مهرنگیز رو زنده نگه داره. از مهرنگیز کار در همین باره سوال کردم که آیا در اون باره چیزی شنیده یا نه؟ بله شنیدم و وقتی هم شنیدم خیلی ترسیدم، برای اینکه اطلاع پیدا کردم که خیلی زیاد از این حرفا در جای مختلفی که خب مفتشین جمهوری اسلامی فراوان بودن زده بود و از اون مهمتر با تلویزیون های لس آنجلس هم مصاحبه کرده بود و حتی گفته بود باید می آمدید با من به دادگاه انقلاب و می دیدید که با این زن زیبا چه کردن و چقدر چین و چروک توی صورت این زن بعد از دو سه روز پیدا شده. بنابراین من خیلی وحشت کردم از آینده سیامک وقتی شنیدم که این همه واکنش های احساساتی نسبت به گرفتاری من از خودش بدون ترس از کسی نشون داده. آخرین باری که با هم حرف زدید کی بود؟ والا ما دیگه این آخرا حرف که میزدیم دعوامون میشد معمولا. علتش هم همون مسئله بود که خب من به صورت طنز به شکل کراوات براتون گفتم. چون من سیامک رو همیشه متاسفانه، حالا میگم متاسفانه ولی الان اگر برمیگشتم به اون موقع باز همون کارو میکردم، سرکوب میکردم.
و میگفتم اینا نسبت به تو بسیار حساسن و این حساسیت رو تحریک نکن و تو اونجایی که میتونی درباره اینا حرف نزن این طرف و اون طرف، چون من میترسم که به هر حال قربانی این حساسیت بشی و به خصوص که در دادگاه نماینده مدعی العموم در اون زمان به من گفت که ما به زودی خدمت شوهرت میرسیم و بنابراین من خیلی اطلاعات داشتم که اینا به کدوم یک از بخش‌های زندگی سیامک در گذشته حساسیت دارن یا به کدوم یک از کارهایی که در اون زمان سیامک دوست داشت انجام بده، از جمله مشاوره دادن به اصلاح طلبان، مشاوره‌های مطبوعاتی نه سیاسی، مثلا برگزاری مراسم تجلیل از هنرمندان به وسیله مطبوعات اصلاح طلب، و خب اینا همه مسائلی بود که من تو دادگاه متوجه شدم که چقدر نسبت بهش حساسن، یا مصاحبه هاش با رادیوهای فارسی زبان لس آنجلس. بنابراین باید متاسفانه بگم که دوران آخر زندگی مشترک ما درون ایران که من هم مریض بودم و هم از زندان اومده بودم بیرون خیلی پرتنش بود و من هیچ وقت این رو مخفی نمی کنم و پرتنش بود برای اینکه من به سیامک میگفتم دیگه اصلا از این جرگه بیا بیرون و او نمیتونست و میگفت من تا زنده هستم دلم میخواد که همون آرمانامو مثل سینه کلوب، مثل ارتباط با جوونا، با هنرمندا، با کاریکاتوریستا، با سینمایا داشته باشم و بیشترین علاقش این بود که اون نسل‌های پیر در حوزه‌های موسیقی و سینما و نقاشی و ادبیات و همه رشته‌های هنری رو که از زمان شاه باقی مونده بودن وصل بکنه و آشتی بده و نزدیک بکنه به نسل‌های جوانی که تو این حوزه‌ها کار می‌کردن در دوره اصلاحات، و این بیشترین حساسیتی بود که آقایون نسبت بهش پیدا کرده بودن. بنابراین این اواخر خیلی بد و پرتنش بود، ولی دیگه یادم نمیاد که آخرین باری که کم تنش بود کی بود، ولی گمان میکنم موقعی که من از زندان اومدم بیرون دو سه روز احساس راحتی داشتم برای اینکه متقاعدش کردم که بره سوئد و ویزا گرفتم، کمک کردم که بره سوئد و برنگرده تا وضعیت من روشن بشه. اما متاسفانه بیماری من که اعلام شد باز دوباره اون روحیه احساساتیش مانع شد از اینکه این کار اوغلایی رو ادامه بده، و با اینکه من در تلفنی که شنود داشت بهش گفتم که به من گفتن که به زودی با تو چه ها خواهند کرد، امروز در دادگاه به من گفته شد و دارم بهت اعلام میکنم که از سوئد بر نگرد و دستگیر میشی و نمیدونم چجوری دستگیر میشی، اما نشنید این حرف رو هم و برگشت به ایران. این آخرین مکالمه خیلی دوستانه ما بود و من بعد از اون از سیامک بسیار دلخور بودم که چرا از سوئد برگشت. و نهایتاً سوالی از مهرنگیز کار پرسیدم که شاید گفتنش اندکی تلخ بود، ولی اون زمان که ما در روزنامه‌های اصلاح طلب قلم می‌زدیم، برخی از اصلاح طلبان نزدیک به حجاریان و به قولی امنیتی‌های سابق می‌گفتند حرفی رو جلوی سیامک پورزن مطرح نکنید چرا که بازجویی میشه. اما اونها از کجا می‌دونستند؟ بالاخره امنیتی‌ها برای خودشون شبکه‌ای داشتند. من نشنیده بودم، ولی من به علت اینکه با اصلاح طلبا به نوعی کار میکردم، چون من اصلا کارم رو با مجله و ماهنامه زنان شروع کردم و ماهنامه زنان در اون مجموعه کیان قرار داشت و یک بخشی بود تا سالها از کیان
و در اونجا خب جلساتی داشتن اصلاح طلبان، حتی آقای حجاریان اونجا بودن، یه چلو کبابی نزدیک اونجا بود به نام سیزلر که من یادم میاد بعضی از چهارشنبه ها اصلاح طلبان توی حالا این خاطراتم بد نیست، یهو به نظر من اومد جمع میشدن نهار میخوردن به نظرم ماهی یه بار، و آقای اسمشونه که الان گفتم یادم رفت، آقای حجاریان، آقای حجاریان به هر حال رهنمودایی میدادن و بقیه رهنمودایی میگرفتن، مسائلشون رو با هم مطرح میکردن و سیزلر که چلو کباب اینا رو تامین میکرد از طریق سیزلر من این اطلاعات رو داشتم. و من روزایی که اینا بعضی جلسات این چنینی داشتم، من یکی از ارکان ماهنامه زنان بودم، بنابراین توقع داشتم که خب اینا میومدن تک تک، مثلا آقای شمس الواعظی میومدن، دیگران میومدن، وقتی من میرفتم مجله زنان با من خیلی بحثای خوبی داشتیم، ولی هر وقت که جلسه داشتن و من هم اونجا حضور داشتم، من به اون جلسه دعوت نمی شدم و اونجا بود که من می فهمیدم که چه خطکشی پررنگی وجود داره بین ما که از اصلاحات به هر حال در ایران دفاع می کنیم، و من هنوزم پشیمون نیستم و فکر می کنم شاید اگه در ایران بودم هنوزم به همون شدت از اصلاحات حمایت می کردم، چون راه دیگری پیدا نمی کردم برای نجات، ولی هیچ وقتم اینها رو نبخشیدم به علت این خط قرمزی که بین من و خودشون می کشیدن و به نظرشون می رسید من نمی بینم این خط رو. پس خیلی خیلی بر من قابل فهمه که نسبت به سیامک اگر مقایسه کنیم با من خیلی متفاوت بود از من و خیلی مشخصات و ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها اصلا به این سیستم فکری نمیخورد، نه به سیستم اصلاح طلبانش انطباق داشت، نه با سیستم محافظه کارانش. برای من قابل درکه و ممکنه اطلاعاتی هم داشتن، حالا اساسا زیادم عجیب نیست، برای اینکه سیامک قبل از این بار آخر دو بار زندان رفته بود و دو بار هم که تاپای زندان بود، چون من هنوز تبدیل به یک فیگور سیاسی نشده بودم و وکیل دادگستری جمهوری اسلامی بودم، توانسته بودم برم پیش قاضی، پروانه وکالتم رو بگذارم، ضامن بشم و نذارم سیامک رو دستگیر کنن، فقط بازجویش کرده بودن. من فکر میکنم که خب اینا اطلاعاتی که وقتی من داشتم، چطور ممکنه این آقایون که به هر حال بعضن موو کرده بودند، یعنی کوچ کرده بودند از بخشی از وزارت اطلاعات، اون نسل اولیه رو میگم، نه نسل های جوانه، برای اون نسل اولیه یه کوچ کرده بود، یه بخشیش از وزارت اطلاعات اومده بود بیرون که بعدن که قتل های زنجیری اتفاق افتاد گفتن که این بخشی که کوچ کرده اون موقع معترض بوده به اون سیاست های امنیتی. حالا راست و دروغشو که من اطلاع ندارم، به هر حال یه روزگاری تاریخ باید اینا رو بنویسه، ولی عجیب نیست که اینها میدونستن که سیامک خب دستگیر شده و یکی دو بار دیگه هم قرار بوده دستگیر بشه که نفوذ من نگذاشت این اتفاق. تا درودی دیگر، بدرود.